حال حاضر تماس داریم و بیننده ریخت هستن. بله بفرمایید. سلام به شما، وقتتان بخیر. سلام سنیتا جان، وقتتان بخیر. خوب هستین صحتمند؟ تشکر، زنده باشین. وقت شما هم بخیر. بفرمایید برادر عزیز. ببخشید، ما سوال ما میخواستم از دکتر صدق مشوره بگیرم. بفرمایید. من تقریبا 1.5 سال میشه که عاشق شدم، عاشق یک دختر که از ترس نمیتونم به خانه بگم که من با تو در خانه بگویم و مرا به نحوه تهدید بکنن و از خانه بیرون کنن، و خواستم که براتون زنگ بزنم و یک مشوره بخوام. خب اساسا من چند سوال میکنم. چند سال هستین شما؟ من 22. فاکولته رو خلاص کردین یا میخوانی؟ نه، سال اول پانتونم. سال اول چی میخوانین شما؟ حقوق و علوم سیاسی. خیر، ببینی استقلالت مالی جای کار نمیکنی؟ ندارین فکر کنم. کارم میکنم، جای کارم میکنم. جای کار میکنی، یعنی میتونی که خرج مصارف ازدواج بدی؟ بله کاملا، ما این موارد شما فکر کردیم. خب در کجا آشنا شدین با او خانم؟ در پانتون، سنفی پانتون هم هست. خب درست هست، من بعد تا صحبت میکنم. تشکر، زنده باشین برادر عزیز، وقت خوش. خب این برادر کم جرات ما چگونه جرات پیدا کنن است؟ شما ببینید، من نکته خیلی ظریف هم اینجا متوجه شدم. اینا گفت که اگر من بگویم مرا از خانه میکشن. یک پسر یعنی در خانواده خود اینقدر نتانست راحت با پدر با مادر خود یعنی اما هنگ باشه، تو فکر کو دختر اگه بفهمه چی میشه؟ ای خب پسر بود. ای خب پسر بود، میگه من از خانه میکشم. از دیدگاه من مشکل از جوانان نیست، مشکل از خانواده است که همچون فضایی رو ایجاد کردن که فرزندانشون نتونن اما بدون ترس و بدون کدام دلخوره اون موضوع رو با والدین و یک خانواده خود بیان کنه. در اینجا اگر ما اینا ما میفهمیم که ما یک خانواده داریم، به نظر من عاشق نشیم. خب استاد، عاشق شدن دست خود انسان نیست دیگه. بالاخره انتخاب دست خود انسان است، یعنی هر انسان انتخاب میکنه، خوشبخت باشه، بدبخت باشه، عاشق باشه. باور کنین، حالا عاشق شدن میفهمید تکرار تصاویری که در ذهن اینا میگذرانن. مثلا یک دختر رو دیدن، او ما عاشقش شدیم، چند وقت این رابطه رو تکرار میکنن در فکر خود و زومی رو پیشنهاد میکنن، از این شروع میشه. یعنی گام اول من نمیگم خب که شما یعنی عاشق شما کلا استاد میگین که عاشق نشین و خانواده رو بگذارین تصمیم بگیرن، چون ما در همچو شرایط و در همچو کشور زندگی میکنیم. من چیزی رو میگم منطقی برای تمام جهان صدق کنن، نه تنها افغانستان. اول خود شما خوبترین کارش که است، اول خود استقلالیت مالی باید داشته باشین. دو، استقلالیتتان در خانوادهتان باید ساورده باشین، یعنی شما تصامیم زندگیتان داشته باشین. من مخالف عزیزتم که یک مادر پدر بیایه بر دختر خود شوهر انتخاب کنه، غلط است دیگه. اینه حالا خب کل چیز پدر مادر انتخاب میکنه، خانم بر یک پسر پدر مادر انتخاب میکنه. من همیشه میگم زندگی ما از کجا شروع میشه؟ بدبختی ما، رشته ما را پدر ما مادر ما انتخاب میکنه، خانم ما را پدر ما مادر ما انتخاب میکنه. زندگی میکنیم با نمو خانم با نمو رشته که اصلا دوست نداشتیم، در کل زندگی ما خراب میشه دیگه. اینو باید بفهمیم. من مخالف عزیزتم که خانواده انتخاب کنه، من میگم خود پسر خود دختر انتخاب کنه. اما این رقم انتخاب نیه که شما میرین از طریق فیسبوک ها مثلا با یک نفر هم نیه، با دو نفر، با چهار نفر، با پنج نفر نامشان میگذارن. عشق غلط است. ما اگر یک کس را دوست داشته باشیم، اول خو یک شناخت امراش رابطه مکمل بر کلگی خبر شو از رابطه ما، او رابطه رو برقرار نمی کنیم. یک شناخت می بینیم که این دختر چگونه است، این پسر چگونه است. یعنی ما یک شناخت می خواهیم بسازیم، این فرق میکنه با او رابطه که اینا میگن. ترسی شما به این برادر ترسوی ما چی بود که گفتن من میترسم که مرا از خانه اول خب نکشن. شما چی کنن، چگونه وارد عمل شون؟ بریم در خانواده تان بگوین اول خب اصلا ترس چگونه ترس کنار بگذاره؟ ترس وجود نداره. به اینکه شما بگوی شما کسی رو انتخاب کردی میخوای ازدواج کنی، پولم که داری، اصلا مشکل وجود نداره. برو با خانواده مشوره کن، بگو من از کی آغاز کنه، یعنی اول با کی؟ برو با مادر خود اول بگو که مادرها خیلی میربان‌تر هستن، پدرها میربان‌تر هستن، کل پدرها انتقاد نکنه. برو امروی مادر خود صحبت کنه، بگو مادر خود بگو که به این شکل خیلی منطقی صحبت کنین. من کسی رو دوست دارم، صنفی هستم، خب میبینی کارم میکنم، میتونم ازدواج کنم، پول دارم، مشکل ندارم و مشکل وجود نداره. یعنی من یک زن حتما میگیرم، خوبه که این دختره بگیرم که دوست دارم. با مادرتان مشورت کنین، مادرتان بگو برو دختره بیبی مشوره مادرتان در شما چی است و خیلی میتونه مثبت باشه، اصلا منفی فکر نکنین روی موضوع، مثبت فکر کنین. او دختره بره ببینه مادر شما تجربهش خیلی بالا سر شما کرده، حداقل خوبه که مشوره مادر خودم بگیرید. پس جایی نمیرسه آدم، پس بهتر است که برادر ما ترس کنار بگذارن، برن وارد عمل شون. اگر واقعا تصمیم جدی دارن با فامیل خود صحبت کنن، با
پدر مادر بدون تردید پدر مادر به البته به بعد اولاد و فرزند نمی باشه، حتما مشوره خوب لازمه میتن. شما هم با اونا صحبت کنین، اونا رو قناعت بدین روی موضوعاتی که اختلاف نظر دارین، کوشش کنین با هم تبادل افکار و نظر کنین و به این ترتیب میتونه که مشکلتان حل شود.